أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام خدای خوب مهربان. الحمد لله رب العالمين. خدا را سپاس که صاحب اختیار جهانیان است. الرحمن الرحیم. خوب مهربان است. مالک یوم الدین. صاحب روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط تو را بندگی می کنیم و در این راه فقط از تو کمک می خواهیم. اهدنا الصراط المستقیم. ما را به راه درست زندگی ببر. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که به آنان نعمت ویژه داده ای، همانانی که نگرفتار خشم تو شده اند و نه راه را گم کرده اند. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. به نام خدای خوب مهربان. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این کتاب که بدون شک از طرف خداست، آنانی را به مقصد میرساند که مراقب رفتارشانند. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همان کسانی که به خدای پنهان از دیده ها ایمان می آورند، نماز را با آدابش می خوانند، از آنچه روزیشان کرده ایم در راه خدا هزینه می کنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون. همه راهنمایی های خدا توسط تو و پیامبران قبلیت را باور می کنند و به آخرت کاملا یقین دارند. اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. بله، آنان بر مرکب هدایت خدا سوارند و آنان همان مردم خوشبختند. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سران بیدین و لجباز را چه هشدار بدهی چه ندهی فرقی به حالشان نمی کند. آنها دیگر ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر بدبختی زده، چون پرده غفلتی جلوی چشمهایشان را گرفته است. برای همین هم عذابی بی اندازه در انتظارشان است. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعضی مردم به زبان میگویند خدا و روز قیامت را باور داریم، در حالی که اصلا باور ندارند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. به خیال خودشان میخواهند خدا و مؤمنان را گول بزنند، ولی بیان که بفهمند دارند خودشان را گول میزنند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. دلهایشان سخت مریض شده، خدا هم مریضیشان را بیشتر کرده و می کند و در نتیجه این همه دروغگویی گرفتار عذابی زجرآور می شوند. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به آنها می گویند در جامعه خرابکاری نکنید، جواب می دهند ما مشغول اصلاح جامعه هستیم و بس. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بدانید خرابکارهای واقعی همانهایند ولی نمیفهمند. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقتی به آنها پیشنهاد میکنند آنطور که سایر مسلمانان خدا و روز قیامت را باور کرده اند شما هم باور کنید، جواب می دهند یعنی همانطور که کم عقل ها این چیزها را باور کرده اند ما هم باور کنیم. بدانید کم عقل های واقعی همانهایند ولی خودشان خبر ندارند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وقتی با مسلمانان روبرو می شوند به مسخره می گویند خدا و روز قیامت را باور داریم، ولی همین که با دوستان شیطان صفت خود تنها می شوند می گویند ما با شماییم، آنها را دست انداخته ایم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اما در حقیقت خدا آنها را دست می‌اندازد و در سرکشیشان رها می‌کند که کوردل باقی بمانند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آنها کسانی اند که گمراهی را به قیمت از دست دادن هدایت به دست آوردند، بنابراین چون این تجارتی سودی برایشان ندارد و دیگر توفیقی نصیبشان نمی شود. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال این منافقان مثل حال کسانی است که آتشی روشن کردند تا در بیابان تاریک راه را پیدا کنند، ولی وقتی اطرافشان را آتش روشن کند خدا خودش روشناییشان را خاموش می کند و در تاریکی های رهایشان می سازد که دیگر چشم چشم را نمی بیند. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. آنها کر و لال و کورند، برای همین راهی برای برگشت ندارند. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا مثل کسانی اند که گرفتار بارانی تند و هوایی تاریک و رعد و برقی شدید شدند و هر بار از ترس صاعقه های مرگبار انگشت هایشان را در گوش هایشان فرو می کنند. بله، خدا بر منافق های بیدین مسلط است.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. کم مانده که برق آسمان چشمهایشان را کور کند. هر بار که جلویشان را روشن می کند چند قدمی راه می روند. ولی وقتی آنها را تاریکی فرا می گیرد در جای خود میخکوب می شوند. البته اگر خدا می خواست از همان اول شنوایی و بیناییشان را می گرفت. آخر خدا از عهده هر کاری بر می آید. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مردم برای اینکه مراقب رفتارتان باشید خدایی را بندگی کنید که شما و قبلی های شما را آفریده است. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. همان که زمین را فرش زیر پایتان کرد و آسمان را سقف بالای سرتان و از آسمان برف و بارانی می‌فرستد تا به برکتش محصولات کشاورزی را برای خورد و خوراکتان پرورش دهد، پس برای خدا همتایانی قرار ندهید. خودتان هم خوب می‌دانید که خدا همتایی ندارد. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا شهداءکم من دون الله این صادقین. اگر به قرآنی که بر بنده خود فرستاده ایم شک دارید و آن را ساخته و پرداخته او می دانید سوره ای مثلش بیاورید، البته اگر راست می گویید برای کمک گرفتن یاران خود را هم در برابر خدا صدا بزنید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر نتوانستید این کار را بکنید که هرگز هم نخواهید توانست، بترسید از آتشی که سوختش مردم و بت‌های سنگی‌اند و برای بی‌دین‌ها آماده شده است. و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. به مسلمانانی که کارهای خوب کرده اند مژده بده باغ‌هایی پردرخت در انتظارشان است که در آنها جوی‌ها روان است. هر وقت میوه‌ای از آن باغ‌ها روزیشان شود می‌گویند این همان کار خوبی است که در دنیا روزیمان شده بود و الان به این صورت در آمده است. انواع روزی‌های ممتاز برایشان می‌آورند و در آن باغ‌ها همسرانی زیبا و پاک دارند و آنجا ماندنی‌اند.
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خدا برای فهماندن واقعیتی به مردم کسر شأن خودش نمی‌داند که از حشره ای مانند پشه یا حتی کوچکتر از آن مثال بزند. کسانی که خدا را باور دارند می‌دانند که بیان این طور مثال‌ها کاملاً به جا و از طرف خداست. ولی نادان‌هایی که خدا و آیه‌هایش را قبول ندارند می‌گویند منظور خدا از این مثال چه بوده؟ بله، خدا با بیان اینجور مثالها خیلی ها را به حال خودشان رها می کند و دست خیلی ها را هم می گیرد. البته فقط منحرف ها را با بیان این مثالها به حال خودشان رها می کند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. آنها تعهد دینداری را می شکنند، تعهدی که به حکم عقل و وحی دادند. همچنین رابطه هایی را قطع می کنند که خدا دستور داده برقرار باشد و در سر تا سر زمین هم خرابکاری می کنند. اینهایند که سرمایه عمرشان را باختند. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. چطور خدا را قبول ندارید؟ در حالی که بی جان بودید و خدا به شما زندگی بخشید، بعد از آن شما را می میراند، آن وقت شما را به عالم برزخ می برد و دست آخر روز قیامت فقط به سوی او برگردانده می شوید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اوست که هرچه در زمین است برای شما آفریده، سپس آسمان را برپا کرده و به صورت هفت آسمان نظم و ترتیبش داده است. او هر چیزی را می داند. و اذ قال ربک للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقتی خدا به فرشتگان گفت من در زمین نماینده ای تام الاختیار می گذارم، آنان با تعجب و نگرانی گفتند یعنی کسی را نماینده خود در زمین می کنی که در آن فساد و خونریزی راه می اندازد؟ در حالی که ما تو را از سر سپاس به پاکی یاد می کنیم و از هر عیبی به دور می دانیم. خدا جواب داد من حتما چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
الملائکه فقال انبئونی بی اسمائی هؤلاء این کنتم صادقین. پس از آفرینش آدم خدا تمام اسرار عالم خلقت را به او یاد داد. بعد توان فرشتگان را در این باره سنجید و گفت اگر راست میگویید از این حقایق به من خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی، جز آنچه تو استعداد یادگیریش را به ما داده ای توان بیشتری نداریم، در واقع فقط تو دانای کار درستی. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خدا فرمود ای آدم به فرشتگان نشان بده که اسرار عالم خلقت را می‌دانی. همین که آدم آن را نشانشان داد، خدا فرمود مگر به شما نگفتم که من اسرار آسمان ها و زمین را می دانم و می دانم چه ها مطرح می کنید و چه ها کتمان می کردید. و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. وقتی هم به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد و کبر ورزید. اصلاً او چشمش را بر روی حقایق بسته بود. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. به آدم گفتیم تو و همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که خواستید استفاده کنید، نوش جانتان، ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید، وگرنه به خودتان بد کرده اید. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. اما شیطان با همان درخت از راه به درشان کرد و باعث شد از نعمتهایی که در آن غرق بودند محروم شوند. به آن دو و شیطان فرمان دادیم از این مرتبه پایین بروید در حالی که دشمن هم خواهید بود، تا مدتی هم روی زمین زندگی می کنید و از نعمتهای دنیا بهرمند می شوید. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. البته آدم از خدا حرفهایی یاد گرفت و توبه کرد. خدا هم توبه اش را پذیرفت، زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بله، دستور دادیم
همگی از این موقعیت پایین بروید. اگر راه نجاتی جلوی پایتان گذاشتم که می گذارم، آنهایی که قدم در آن راه بگذارند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولی کسانی که نشانه‌های ما را قبول نکنند و انکارشان کنند جهنمی‌اند و آنجا ماندنی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. آی بنی اسرائیل، نعمتهایم را که به شما دادم به یاد آورید و به تعهدی که از شما گرفتم پایبند باشید تا من هم به تعهدی که به شما دادم پایبند باشم و فقط و فقط هم از من حساب ببرید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. همچنین به قرآنی ایمان بیاورید که فرستاده‌ام و تأیید کننده ی همان تورات و انجیلی است که در دست شماست. سردمدار در انکار آن نباشید و آیه‌های مرا به قیمت ناچیز مادی نفروشید و در حضور من مراقب رفتارتان باشید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین. نماز را با آدابش بخوانید و صدقه بدهید و با جماعت نمازگزاران رکوع کنید. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به انجام دادن کارهای خوب دستور می‌دهید و خودتان را فراموش می‌کنید؟ با اینکه کتاب خدا را می خوانید، پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید. البته این کار سختی است مگر برای افرادی متواضع. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. همون کسانی که فکر میکنند با صاحب اختیار خودشان ملاقات میکنند و به سویش برمیگردند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین. آی بنی اسرائیل، نعمتهایم را که به شما بخشیدم به خاطر آورید و اینکه شما را از مردم زمان خودتان برتر ساختم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بترسید از روزی که اصلا کسی به درد کسی نخورد و شفاعتی دربارهشان سودمند نباشد و برای نجاتشان از عذاب جریمه‌ای پذیرفته نشود و کمکی به آنها نشود.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. یادتان بیاید که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آنها به شدت شکنجهتان می دادند. پسرانتان را به فجیع ترین وضع سر می بریدند و بانوانتان را برای بهره کشی نگه می داشتند. تمام این سختی ها و راحتی ها برایتان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. به خاطر آورید که دریا را به محض ورودتان شکافته و نجاتتان دادیم و فرعون و دار و دستش را جلوی چشمتان غرق کردیم. و اذ واعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. یادتان باشد که برای نزول تورات با موسی مدت 40 شب را قرار گذاشتیم، اما در نبود او مشغول گوساله پرستی شدید. واقعا که بد کردید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سپس بعد از آن کار زشت از سر تقصیراتتان گذشتیم تا شکر کنید.